به عقابی که زی صیاد نترسید سلام، به درختی که زی هر باد نلرزید سلام. مدت چند که در وطنم بیدادی است، به هر آن کس که زی بیداد نترسید سلام. به نام پاک و یاد خدای مهربان سلام هموطنان. مشکلاتی که سالها دامنگیر مردم تاجیک بود و از طرف رژیم با استفاده از جنگ شهروندی سال 92-93 در قلب و ذهنهای این ملت جا می شد، ترس و حراس بود. خوشبختانه امروز با لطف الله و با زحمت و تلاش های برادران مبارز قالب این ترس شکسته شد و مردم غیرت چون بیدار شده، امروز از هر گوشه دنیا مخصوصا مهاجران غریب ما با چهره های آشکار از حق و حقوق چون دفاع کرده در مقابل ظالم قیام دارند و غیرت ناموس و شجاعت وطن دوستیشون نشان داده ایستادند که بیانگر لرزش ستون حکومت رحمانوف گشته است، که رحمانوف متکبر، رحمانوف با کبر و غرور امروز داخل مبارزه شده است و تهدید دارد، مینت میگذارد مردم که شما میتونین آزاد مسجد برین، میتونین روزه بگیرین و با کارهای دولتداری و با سیاست دخالت نکنین. هر کس که دخالت کرد در نزد قانون جواب میده. اول اینکه نماز، روزه این فرض و دین است برای هر یک مسلمان، که کشور تاجیکستان یک کشور سنتی است که در اونجا 99% مردمی مسلمان زندگی میکند. هیچ کس حق ندارد که مینت بگذارد که شما میتونید نماز میخونید، میتونید روزه میگیرید، باید در سیاست کار نگیرید. و در سیاست کار گرفتن اگر جنایت باشد، باید که آزاده رحمان در سیاست جواب بگه، در نزد قانون جواب بگه که دخالت کرد در سیاست، داخل سیاست شد و امروز در بلندترین مقام کار و فعالیت میکنه. در قدم دیوم رستم اومالی بی‌شرفترین، بی‌شرمترین و بی‌عزتترین جوانی که در سن پایین به رتبه جنرالی مشرف گردید و امروز در بالاترین مقام فعالیت میکنند. هر دی اینو دیگر او کسایی که تصادفاً اومدگیان از اولاد اجداد از اون نفرایی که تجارت ایجاد کردگین دولت ها اومدن سر منصب و وش یک طرف میگذاریم. هر دیمی اگر در نزد قانون جواب بگه رستم و آزاده، من شخصا خودم اومده هستم که با کارهای سیاسی، با دولتداری، با کارهای درست البته که دخالت نکنم، از این عدالتی که رحمانوف پیش بگیره و دو نفر به جوابگری بکشه. در دیگر صورت ما حتما خودمون دخالت میکنیم و مردم را دعوت میکنیم برای دخالت کردن و این سیاست تجارتی اترا از این بین بزودی ها خواهیم برد. این خود چند معلوم شده استاده است که خودت آخرین امیده که داشتی امروز برامده از همون استفاده بردی سای مردم تهدید داری. دیدی که او سرکوبگرات بمونند یتیم و فررحیم رمضان و دیگر سرکوبگرایی که مسئولیت داشتن فقط در تی حسابات میدادن، امروز دیگر حسابات دادن نتونستن، بخاطر که یک مبارز از زندان کردن هزار مبارز پیدا شد، یک کس قتل کردن هزار تای دیگر پیدا شد. امروز این راه و این طریق واسطه که شما استفاده بردین دیگر کار ندادی سای و ختم رحمانوف آخرین امید تا استفاده برده سای که مغزی تا همون قدر کار میکنه. اگر راه های درست سیاسی زیاد بدن که تا میتونیسی همون آبرو عزت تا حفظ کنی، ولی از بیمغزی و از بیشرفی و از همون یک فقیری که خودت از صحبت های خودت شنیدیم که با دوغ با شیر اومیخته کرده خوردگی هستی، بیچاره و خاله مریم کیم چخل برای دو اژدها نوردین اومالی را کرمید کردن، کیم چخل مشکلاتو را پس سر کردگی است که شیر با دوغ اومیخته میکرد که بیمزه شود، شما همو دل تونه بگیره تیز سر بکن، ولی شما اژدها رو میگوی بسیار لذت شیرین داشت که از او دیگه بمزه نبود. البته سری فقیر و کمبغل و بد نخره، بخاطر که ما خدمه از اویله سروتمند به دنیا نیومدیم،
در یک گوله میونه زندگی کردیم. فقیرو هم دو نمود میشن، فقیرو متکبر و متشکر. این رحمون و فضلمو فقیرو متکبری است که خداوند اگر دولت ای را تو چند زیاد کنه، این کبر و غرورش از دولتش زیادتر میشه، این هرگی اصلاح نشونده است. امروز چهار نفر کسایی که به شرف و به عزت و به حیثیت هایی که از این نظام یکون منفیت دارن، امروز کارهای بزرگ رحمون و فضل پیش چشم مردم میارن. مثال میارن که در زمان حکومت شوروی نابیراغون ساخته نتونست و این کار بزرگی که رحمون فنجام داد گسی راغون ساخت. در حالی که گسی راغون در ساختن گسی راغون تمامی مردم تاجیکستان سهم دارد، مردم آخرین مبلغش سهمیه خرید تا این گس آباد شود، ولی تا امروز مشکلات برق در جمهوری ما رفت نشیده است. مردم ما اذیت بی برقی تا حاضر، تا این شب و روز این ساعتهایی که ما صحبت داریم، مردم ما اذیت بی برقی میکشند. این بود یکم کاری بزرگی که شما ادعا میکنید که رحمانوف در طول حکمرانیش این کارها را انجام داد. دیوم کاری بزرگی که انجام داد راه ها و نقب های هستند که مثلا راه دوشنبه خوجند در یک سال 100 میلیون دلار از جیب این مردم داماد رحمانوف بزور کشیده میگیرد تا اینکه از این راه ما استفاده ببریم. اگر پول نداشته باشید تا از پایتخت به شمال کشور یعنی به ولایت سوخ سفر کرده نمیتونید. این بود دیم کاری بزرگ. سیم کاری بزرگش گفتی خاله فاطمه که شهر دوشنبه را به پاریج مونند کرد، رفتم شهر دوشنبه را نشناختم. ای بخاطر بلان برداشتن ریتینگ رستم بود. اما ای بناهای بلنداشونه با درد کی میخره که 2 میلیون جوان و پیر و زن و کودک مردم تاجیکستان در زیر بناها، در پدولهای کشور روسیه و دیگر شهرها در پسترین شرایط زندگی میکنن. ای بود کارای بزرگی که رحمانوف در طول حکمرانیش انجام داد، فقط به نفع فرزند داماد اویله خودش. وظیفه انجام دادن کارهای بزرگ نیست، وظیفه انجام دادن کارهای لازمی است. و یک مسئله دیگری که در حوادثی که کشور افغانستان رخ داد، روزهای اولی که جبهه مقاومت از طرف احمد مسعود تأسیس داده شد، یک گروه جوانای منطقه کلاب گویا که 1800 نفر امضا جمع کردن برای سفر کردن و مقاومت بر ضد طالبان به پنجشیر. ببینید هموطنان، برادران کلابی ما، کلابی سرغرور و بغیرت ما، شما از همین دست همین ظلم و از دست سیاست نادرست رحمانوف 99% تکسی میزنید، مشغولیت دائمی ندارید، کار ندارین، معاش از این دولت نمیگیرین. و برای چی قدر تملک کاری، برای چی قدر چاپلوسی و لگن برداری که مشکل ترین زندگی امروز در تاجیکستان در منطقه خودمون در کلاب است. احمد مسعود به خاطر آزادی، به خاطر عدالت قیام کرد و دعوت فقط مردم افغانستان کرد. او نگفت که ملت تاجیک، مردم تاجیکستان بیاین قیام کنین، ما را کمک کنین. او فقط از مردم افغانستان که بسنده از در افغانستان بیش از 15 میلیون تاجیک زندگی میکنند، از کشور تاجیکستان زیادتر در افغانستان تاجیک ها زندگی میکنند و در کشورهای مختلف دنیا تجارت های بزرگ هم دارند و میتونند که کمک کنند جبهه مقاومت. اگر در صورتی که ما دیدیم که حیثیت ما، هویت ملی ما در اون طرف زیر سوال می رود و این 15 میلیون مردم با جمع هزاره و بلوچ و دیگر نفرهایی که طرفداری از احمد مسعود دارن زورشون نمی رسد، در اون حالت اگر دعوت کنن از ما، خیلی باکی ندارد که ما بریم کمک کنیم. بله درست است که احمد چای مسعود یک انسان آگاه و واقعا قهرمان ملت افغانستان بود، قهرمان ملی ملت افغانستان بود، اما فرزند او امروز هیچ کاری انجام نداده است، فقط یک
جبهه مقاومت تأسیس شده است بر ضد ناعدالتی که در جمهوری ما هموطنان ما مخصوصا شهید عمرعلی قواتوف 9 سال 10 سال پیش جبهه را تأسیس شده بود. برای چی در اینجا نمی پیوندیم که ظلم در همه جا ظلم است؟ با چی شکلی که باشد ظلم است. طالبان در اونجا با شکل اصول خودشون ظلم دارن، رحمانوف در تاجیکستان با طور و با شکل اصول خودش، هر دوش هم ظالم هستن، هر دوش هم ظلم دارن. خواهش میکنم از مردم کلاب بین بس کنین همین کاراتون، در شأن شرف، در غرور و در مردانگی مردم منطقه کلاب این نمیزیبه. اگر این قدر شما دوست ندارین ظالم، بیاین بپیوندین در جبهه مقاومت خودمون که ما هزارها دلیلتون میاریم که رحمانوف چخیل ظلم میکنه. و اگر شما که نفهمی، شما مغزاتون شستگی باشه، درک نکنی، شما استفاده مغزهای خودتون رو به دست خونین یک کسی دیگه دودگی باشین، بین ما شما را بدروین داخل بحث ها، بدروین مستقیم زنگ بزنین، تماس بگیرین، ما شما را هزارها دلیل بیاریم که رحمانوف از طالبان هیچ فرقیتی ندارد، فقط شکل های ظلمشون فرق کننده است. امروز با شما را به گروه های مخالفین مردم تاجیکستان را پیوستن نمیگذارند، میگن این گروه های مخالفین جنگ اندازن، فتنه اندازن، در حالی که گروه های مخالفین حرکت سیاسی گروه 24 در طول فعالیتش راهبرش و مؤسسش شهید داد، نفراش زندانی شدند، ناپدید شدند، کارت خوردند، ولی تو هنوز یکان کار خشونتباری حرکت سیاسی گروه 24 کسی شاهدی داده نمیتونه. فقط دعوت هدف امروز بلند برداشتن فرهنگ سیاسی مردم به خاطر همون روزی که تبدیل قدرت شد، چنین کارهای خشین و کارهای نامشروع بالای ملت ما رخ ندهد و کوچکترین تلفات باید که در نظامی در تبدیل نظام کوچکترین تلفات باید بالای ملت ما صورت نگیرد. شما عقلهای خودتون کار فرمونین، شما در یک روز حداقل 5 دقیقه برای حیثیت خودتون، برای شناختن هویت شخصیت خودتون فکر کنین. امروز عزت امانه 9 سال زندان کردن، عزت امان کسی که او به تنهایی کار را انجام داده نمیتونست، عزت امان یک زبانی بود که درد دل شما، حرف دل شما از او زبان صدا میداد. امروز عزت امانه نه، حکومت رحمانوف آزادی بیان شما را، دردهای شما را در داخل قلب های شما 9 سال زندانی کرد که شما دیگه حرف نزنید. توبکه خیلی خاموش میستین، تماشا میکنین که کدامی از این قهرمانو، از این برادرای مبارز، از این انسانوی با غیرت جسور را کدام شب با کدام شکل از بین میبرند. تو کی این مشکلات خاندانی هر یک تایتر را، اگر میخوای خاموش باشی، یک صدا نباشی، خاندانی هر یک تایتر را مهمون میشوه و این ظلم هر یک تایتر ضررش بالای خودت نرسید، بالای فرزندت، بالای اویلت، بالای زنت، بالای دیگر اهل پیوندت میرسونه. با همین خاطر بیاین مغزهاتون کار بفرمونین، دستگیری بکنین، حداقل با همون کامنت، با لایک، با همین هر شکلی که میتونین مبارزه ده سهمتون رو بگذارین و روز ما هم شاهدی تبدیل نظام تجارتی که بالای ملت عملی کردگی است باشیم، شاهد باشیم که ما هم تونستیم ملت آزاد بکنیم و برای این ملت عزیز خودمون رسالت انسانی مون رو به جا بیاریم و کار را انجام بدیم. رحمانوف خائن است،
رحمانوف تاریخ اثبات میکند و در آینده هم شما شاهد خواهید بود با دلیل خیانت های رحمانوف. امروز هر یک طرفدار رحمانوف اگر سوال بتیم که وطن چی است، با افتخار میگه که وطن مادر است، وطن حکم مادر دارد. ولی وقتی بگیم که وطن برای چی، اگر مادر که باشد برای چی به اجنبی به خیطایی وطن فروخ، زمین وطن مادر شد، انسان میفروشد؟ مگر نه میگن این وطن فروختگی نیست و زمین اجاره دادگی. اجاره میتونه که شما مادر خودتون اجاره بتین. یک انسانی مسلمان، یک انسانی با غیرت میتونه که مادر شا اجاره بده برای 50 سال برای با یک اجنبی. عموما رحمانوف جنایتکار است، رحمانوف نامرد است، رحمانوف ملت در کل دنیا سرسون و سرگردان و به آب و به عزت کردگی هست. این سیاست باید که از بین برو و حتما که انشاءالله از بین میرو. صحبت ها دیگر اگر ساعت ها کمبودی های بدبخت، اگر ما حرف بزنیم بازم تکراری سخن برادرای هستن که ساعت ها در افیرا میشینند. و همین خاطر خواستیم که یک مسئولیت کوچکی خودمون انجام بتیم. با تو ویدیوهای آینده خداوند پاک همه شما را حفظ کنه.